سلام و وقتتان بخیر. ما مختار لشکری هستم و شما بیننده برنامه کاکتوس با من هستید. ما امیدوار هستم که صحتمند باشید در داخل افغانستان یا در خارج از افغانستان اگر تشریف دارید. این روزها آب و هوای افغانستان چطور است؟ کامنت کنید در زیر همین ویدیویی که تماشا میکنید. و ما امیدوار هستم که این ویدیو را اطلاع رسانی کنید از این ویدیو با کسانی که با شما در صفحات اجتماعی و در یوتیوب و سوشال میدیا، فیسبوک، تویتر، اینستاگرام یا هر جای دیگر که با شما ارتباط دارن. و ما امیدوار هستم که با تمام هموطنان برسانید که کاکتوس با من شروع شده و بیاین به صفحه یوتیوب من مختار لشکری سر بزنن، سابسکرایب کنن و سپس ویدیوها را تماشا کنن. از طرف دیگر فراموش نکنید که ما پس از این هفته یک بار با برنامه کاکتوس با من در خدمت شما دوستان و هموطنان گرامی خواهیم بود. اما این روزها افغانستان تیتر اول خبرهای جهان هست در کنار اوکراین و بعضی از کشورهای دیگر. یکی از کسانی که از افغانستان تصویر او به عنوان شخصی که همه سخنان امارت اسلامی از زبان او زده میشه و از دهان او خارج میشه، آقای ذبیح الله مجاهد هست، کسی که ما در این سوی مرز از افغانستان تصمیم گرفتیم که با او گفتگو کنیم. آقای ذبیح الله مجاهد چیزی حدود نیم ساعت یا بیشتر از نیم ساعت ما با او گفتگو خواهیم کرد و در مورد زندگی شخصی او، زندگی کاری او و حواشی سیاست‌های امارت اسلامی با او صحبت خواهیم کرد. پس شما کاکتوس این هفته را با من مختار لشکری و ذبیح الله مجاهد تماشا کنید. آقای مجاهد سلام و وقتتان بخیر و از این که به ما مختار لشکری در برنامه کاکتوس وقت دادید که با شما مصاحبه کنم سپاسگزار هستم و من امیدوار هستم که آغاز فصل جدید کاکتوس یا این فصل کاکتوس با شما پر از خیر و برکت باشه. دعای شما در این روزا زودتر مستجاب میشه، بر ما هم دعا کنید. بفرمایید. تشکر. سلامت باشه. من هم به نوبه خود به شما و همه بیننده هایتان سلام ها و احترامات خود را تقدیم میکنم. تشکر میکنم از شما که فرصت دادین و کاکتوس را از سر آغاز کردین و ما را دعوت کردین. زنده باشه جناب مجاهد. میدانید شما زمانی که خارج از افغانستان بودید یا حداقل اگر در افغانستان بودید ما خبر نمیشدیم شما در افغانستان هستید و ما در افغانستان بودیم. بسیار آرزو داشتم که با شما مصاحبه کنم و بسیار آرزو داشتم که رو در روی یکدیگر به مسائل روز بپردازیم، اما گویا تقدیر و قسمت این گونه بوده که شما برید به افغانستان و من بیرون از افغانستان این بار قرار داشته باشم و من امیدوار هستم که یک روزی بتانیم در کنار یکدیگر فضا طوری مساعد شود و فضا و همدیگر پذیری طوری باشه که در کنار یکدیگر بتانیم زندگی کنیم در کابل و مشکلی وجود نداشته باشه. شمار زیادی از مردم افغانستان مدت کمی است که شما را دیدند و چیز زیادی هم از شما طبیعتاً نمیدانند بجز در این اواخر که در پرس کانفرانس ها معمولا شما را دیدند. اگر موافق هستید در شروع کمی بیشتر با خودتان آشنا شویم. آقای مجاهد چند ساله هستید و در کجا به دنیا آمدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حمیده و مسلیان اما بعد. به ابتدای سوال شما باید بگیم که ما 43 ساله هستم و در ولایت پکتیا مرکز گردیز به دنیا آمدم و خدا کنه که این آغاز را با شما هم طوری آغاز کنیم که بار دیگر شما هم در کشور خود باشین، نزدیک باشین با ما و فاصله ها نباشه. انشاءالله. آقای مجاهد چقدر درس خواندید و مدرک چه رشته ای را دارید؟ بله، درس خوب تقریبا 18 سال من تعلیمات را فرا گرفتم، هم تعلیمات عصری و هم تعلیمات دینی را و تخصص ما یا ماستری ما در فقه اسلامی بود. در کجا؟ زیادتر درس ما در کشور بوده و برای تخصص و ماستری باز با کشور پاکستان رفت. با توجه به سن و سالتان حتما در دورانی که در این دو دهه اخیری که جمهوری اسلامی با ریاست آقای کرزی و غنی روی کار بوده و بیشتر در دوران آقای کرزی شما در افغانستان
متعلم بودید و درس میخواندید؟ نه، من در 2004 از درس خود فارغ شدم. 2004 فارغ شد، بسیار. از خانواده‌ای که در او به دنیا آمدید جناب مجاهد کمی قصه کنید. آیا پدران هم در سیاست افغانستان دخیل بودند و یا شما در خانواده اولین کسی بودید که به صورت رسمی وارد سیاست کشور شدید؟ بله، خانواده ما قسم بوده که پدر ما سیاسی نبود، بلکه خیاط بود از لحاظ مسلک، ولی کاکاهای ما و همچنان کاکای پدرم و در سیاست دخیل بودن. بله، در حکومت های قبلی وظایف داشتن و در بخش های مختلف ایفای وظیفه کرده بودن. یعنی این که شما وارد این مسیر شدین، این مسیر مسیری نبوده که توسط پدر به شما رسیده باشد، شما خودتان خودخواسته وارد شدید. بله آقای، خودم انتخاب کردم، ولی نیازمندی وقتم بود، وقتم هم آمد که باید ما ناگزیر وارد سیاست شویم، اگرچه خلاف میل ما بود. بسیار خوب، در این مورد که چه زمانی و چگونه وارد سیاست شدی صحبت میکنیم و این جمله کوتاهی که خلاف میلتان هم بودم برای من جالب بود، در این مورد هم صحبت خواهیم کرد. اما آقای مجاهد، مهاجر بودید، طعم مهاجرت را چشیدید با توجه به اینکه گفتید در پاکستان تخصص گرفتید و از دوران مهاجرت کمی قصه کنید بر ما؟ من خب مهاجر نبودم، در کشور خود بله مهاجر شدم در سالهای اخیر بعد از سال 2008 در داخل کشور به جا شدم، ولی زمانی که تعلیم میکردم اون زمان تنها خودم به دوره تعلیمی رفتم، خانواده در کشور بود و در این سالها هم ما از افغانستان بیرون نشدیم، ولی در داخل افغانستان منطقه خود را طبعا بدل کردیم و چندین بار و مهاجرت مجبور شد. بسیار خوب، از چه زمانی وارد گروه طالبان شدید و چه زمانی احساس کردید که نیاز است و چرا، چه انگیزه ای باعث شد که آقای مجاهد وارد گروه طالبان شد؟ ما بسیار در دوره متعلمی بودم که زمان تحریک اسلامی طالبان از قندهار آغاز شد، باز به پکتیا رسید، یعنی از آغاز 6 ماه بعدش به پکتیا رسید. او زمان ما به تحریک اسلامی طالبان یک جا شدم، ما دوره تعلیمیم بود در یکی از مدارس و مجبوریتی بود که اگر شما به یاد داشته باشین او زمان ناامنی، آشوب، خودسری های مختلف، پاتک سالاری و تفنگ سالاری به اوج خود رسیده بود. تمام کشور او وقت ناامنی بسیار با رنج مشکلات مواجه ساخته بود. ما احساس کردم مگر همین گروه نجات که تحریک اسلامی طالبان بده یک جا نشویم و وارد تقویه نکنیم، از این بحران نمیتونیم کشور ما بیرون بیاییم و میمانیم در این حالت. مجبور شدیم و راه را گرفتیم. و حالایی که چندین سال از آن دوران گذشته، شما از تصمیمی که در آن روزها گرفتید رضایت دارید؟ بله، یکی از فریضه ها بود که ما انجام رساندیم. از لحاظ دینی ما را از زاویه محاسبه میکردم و یکی از فرایض بود که باید ما او را انجام میدادیم در برابر مردم خود، در برابر کشور، در برابر دین از همه بیشتر مسئولیت داشتیم که باید بدنامی که به جهاد مردم افغانستان وارد شده بود را باید جبران بکنیم. و همچنان بعدها که آمریکا تجاوز کرد، مسئولیت دو برابر بیشتر شد که به خاطر آزادی کشور خود مبارزه باید بکنیم تا بیرونی ها را از افغانستان بکشیم و افغان ها مستقل و مخیر باشند و همچنان یک حکومت اسلامی به میان بیاید. آیا حکومت پیشین در افغانستان حکومت اسلامی نبوده؟ اگر منظورتان حکومت زمانی آمریکایی است، نه خیر، به خاطر که نه سوی تفاهم است جناب مجاهد، منظور من حکومتی است که بعد از آقای کرزی که به صورت دولت موقت و انتقالی و بعض موضوع دیگر پیش آمد، حکومت هایی که مردم افغانستان به پای صندوق های رای رفتن، رای دادن و رؤسای خود را انتخاب کرده بودند. نه، بعد از اینکه تجاوز صورت گرفت آمریکا به پای به افغانستان آمد، تمام تصمیم گیری به دست آمریکا بود. هر رنگی را که به او میداد و
واقعیت نداشت، اما تقلب بود و همه گول دادن یا فریب دادن مردم بود. واقعیت امری بود که تصمیم به دست آمریکا بود. در زمان اشغالی هیچ گاه نمیتونه ملت تصمیم خود داشته باشن یا بگیرن. بناهن حکومت ها را ما حکومت های اسلامی حتی حکومت نمیخوانیم، یکی داره بود به خاطر منفعت آمریکا کار میکن. بسیار خوب آقای مجاهد، در روزهایی که شما وارد گروه طالبان شدید دقیقا چه روزهایی بود؟ من تاریخی رو که گفتید فراموش کردم، شما دقیقا چند ساله بودید؟ من عمرم بسیار کم بود، در دوره متعلمی بودم که او زمان تحریک اسلامی طالبان به منطقه ما رسید. از امو جا باز یک جا شدم عمرشان، در رخصتی ها و روزهایی که درس نمی بود با آنها می بودم در معارکه و معاربه، و در روزهایی که باز ایام رسمی درس می شد با درس رجوع می کردیم. این زمان ماه هود سال 1373 بود. خانواده، دوستان، اقارب، پدر، مادر، برادران همه راضی بودن از اینکه شما وارد گروه طالبان شدید؟ طبعا اگر جنگ باشه خانواده راضی نمیشه پسرشان به جنگ بره، به معاربه بره، ولی مجبوریت امو روزها و حسی که ما داشتم و مسئولیت را که حس میکردم ما را مجبور میساخت که باید خلاف میل آنها وارد معرکه باشیم. بعدها باز آنها هم راضی شدن، مخالفتم را نکرد. سال 2001 یا سال 1381 تقریبا امریکایی ها بعد از حادثه 11 سپتامبر تصمیم گرفتن که به افغانستان حمله کنن، به معنای اینکه به زن اینکه طالبان افغانستان را به پناهگاهی برای القاعده تبدیل کرده، و طبیعتا جبهه شمال افغانستان هم از این استفاده کرد و یک دگرگونی عجیبی در افغانستان رخ داد و حکومت تغییر کرد و امارت رفت و جمهوری آمد و بعض موضوعات دیگر. آیا در اون زمان ها جناب مجاهد که شما جوانتر هم بودید و سن و سال کمتری هم داشتید و طبیعتا تجربه سیاسی تان هم کمتر از امروز بود، فکر می کردید که یک بار دیگر شما اینگونه فاتحانه وارد کابل شوید و به عریکه قدرت تکیه بزنید؟ این در مورد خود من باور نمی کردم و تصورم نبود، و همچنان باور داشتم که شاید این فصلی که در این مبارزه دخیل هستیم، این فصل همش جان خود را از دست بتن و به شهادت برسن، ولی امیدواری از این را دادم که این راه زنده میمانه و کسایی که در این راه جهاد را آغاز کردن و دست به مبارزه زدن این راه کامیاب میشه. فاتحانه به کابل هم خواهد رسیدن و بیرونی ها به زور رانده خواهد شدن از افغانستان. این را کاملا باور داشتم، از خاطر که نصوص قرآنی و شاهد و گواه ازی بود که به ما اطمینان میداد و تسلی میداد که فتح مبین از مسلمان ها می باشه. گروه بسیار کوچک و ضعیف را خداوند جل جلاله بالای بسیار گروه قوی غالب می سازه، در شرطی که دایه پاک باشه، دایه دینی باشه و توکل به خدا وجود داشته باشه. حداقل در سال آخری که شما مبارزه می کردید در برابر حکومت آقای غنی، فکر نمی کنید که مشخصا و مستقیم در برابر برادران افغان خود ایستاده بودید و دیگر خارجی در سنگرها حضور نداشت که با آنها بجنگید؟ باید بگویم یکی حضور افغانها در اون جبهه بود که علیه ما می جنگیدن و یکی اهداف بود. مهم برای ما اهداف بود که اون طرف جبهه اهداف از کی است، برنامه است کی است، و او اشغالگران که حمایت میکنن هدفشان چی است. بله، بعضی افغان ها متاسفانه مثل ابزار استفاده شدن و برادرای ما بودن که علیه ما می جنگیدن، ولی ما علیه آنها نمی جنگیدن، آنها بودن که علیه ما می جنگیدن. شما شاید به یاد داشته باشین به سال 2001 زمانی که آمریکا با ما یورش آورد، ما علیه آمریکا استادگی کردیم، یعنی افغان و آمریکایی با هم درگیر شدن. بعدها که بعضی از افغان متاسفانه رفتن به صف آنها استاد شدن، آنها پس علیه ما استادگی کردن، نه ما علیه آنها. ما علیه اشغال، علیه آمریکایی ها استادگی کردیم. یک وجیبه دینی بود در اون زمان، اگر هر کس به پیش ما می آمد یا حمایت از آمریکا میکرد دشمن تلقی میشد. بسیار خوب، شما گفتید که در سال 2001 تصور خودتان این بود که بسیار
غیر ممکن خواهد بود که دوباره امارت اسلامی در افغانستان حکمرانی کنه، اما گفتید شاید سیاستمداران برجسته‌تر امارت اینچنین فکر نمی‌کرد. اما به هر صورت من می‌خوام بگویم که با توجه به صحبت خودتان که گفتید خداوند کمک کرد که دوباره امارت روی کار آمد، اما در کنار تمام این موضوعات نام، چون به دلیل که نام آقای کرزی در بین آمد در ابتدای صحبت ها، مخالفین سیاسی آقای کرزی به این فکر هستند که آقای کرزی هم کمک های شایانی به دوباره به پا ایستادن گروه طالبان کرد در سالهایی که به عنوان رئیس جمهور در چندین دوره کار کرد. حتی گفته میشه نویسنده ها و نظامیان پیشین آمریکایی از وزیر دفاع گرفته تا کسان دیگری آمریکایی که حالا کتابهایشان نشر شده، گفتند که آقای کرزی یکی از مخالفین سرسخت مبارزه نظامی بر علیه طالبان بود و حتی رابرت گیتس این موضوع را به صراحت در کتاب خود عنوان کرده. و از سوی دیگر مخالفین داخلی آقای کرزی به این عقیده هستند، بودند و هستند که آقای کرزی در سالهای بین سال 2005 تا 2011 حتی میلیون ها دلار کمک غیر مستقیم را به طالبان رساند تا طالبان بپا بیسته. ما میخواییم از شمایی که از سال 73 خورشیدی در گروه طالبان بودید بپرسم که نقش آقای کرزی در بپا ایستادن دوباره گروهتان چقدر مهم بود؟ اول خو در ابتدای کلامتان کدام چیزی که گفتم که یعنی ما باور نداشتیم امارت اسلامی بیاید، نه ما باور داشتیم که امارت اسلامی میاید، ولی ایره باور نداشتیم که ما تا او وقت زنده میمانیم، یعنی ما باید قربانی میشدیم پسانترهای ما میامدن سری کامیابی و غلبه ما عقیده و باور داشتیم، ولی ایره ما متعقل نبودیم که ما شخص خودم در حضور داشته باشم، چون بسیار جنگ غیر متوازن بود، بسیار جنگ کلان بود، ما میگفتیم ما شاید به شهادت برسیم، پسانترهای ما بیاین به مقام، یعنی آنها باز فتح را ببینن. و دومی که این دایه را من رد میکنم، یعنی ادعا درست نیست که بگویه کس که آقای کرزی از ما حمایت کرده، هرگز نه. اگر هدفی باشه که کرزی صاحب او وقت افغانا را زندان کشید و رها کرد، هدفش این چیز بود که مخالفت ها بیشتر نشه. آقای کرزی خودش یکی از پسران یکی از سران قومی بود. بله. زد و بنای قومی را در افغانستان بسیار دقیق میدانست و میفهمید که این جنگ اگر چقدر شدت پیدا میکنه، افغان ها چقدر کوبیده میشن، این جنگ شعله‌ور میشه و زیادتر میشه. این واقعیت داشت. کرزی به خاطر از اینکه ما را آرام کرده باشه یا جلوی این ممو وقت مبارزه را گرفته باشه، کسایی را که ناحق بندی می شدن یا سرشان چاپه های آمریکایی زده می شد یا بمبارد می شد، از او مخالفت می کرد. این به این معنی نیست که امرای ما همسویی می کرد، بلکه نظام خودم می خواستم و حکومت خود را با ثبات می ساخت، جنگ را کاهش می داد. می فهمید که علل بیشتر شدن شدت جنگ است. کسای زیادتر شاید این نقطه را متوجه نبودن، فکرشان که این حمایت از ما است. یک دومی ادعای هم صحیح نیست که یک که به ما پول داده باشه یا پول فرستاده باشه. هرگز ما چنین سراغی نداریم که کرزی به ما کدام جای پول فرستاده باشه. بر صورت ما ایره یک شایعه میدانم یا شاید تخریبی شخصیتی او باشه. بسیار خوب. اما آقای مجاهد، نیروهای شما تا پشت دروازه های کابل رسیده بود؟ من دقیقا اون روز در کابل بودم و از خانه به سوی دفتر کار خود طبق معمول حرکت می کردم، دیدم که فضای کابل کاملا آشفته است و دگرگون است. نزدیکی های قوای مرکز صدای شلیک گلوله آمد، صدای فیر آمد. از کسی پرسیدم که چی شده، گفت که طالب وارد کابل شد. کسی از دوستان به من زنگ زد و گفت که اگر در شهر هستی خدا بکش. من گفتم چرا، دیگه هوا کمی ناوق شده بود و مترا رابندی و هرج و مرج در کابل زیاد بود. گفتم چرا، گفت آقای غنی هم رفت. گفتم کجا، گفت نمیدانیم، فرار کرد. من میخوایم که این را از شما بپرسم آقای مجاهد. او لحظه 1001 مطلب به ذهن من رسید، اما حالا میخوایم یکی دو مطلب را بپرسم از شما. به نظر شما آقای غنی تصمیم درستی برای شخص خود گرفت که از کابل فرار کرد، به دلیل اینکه اگر به دست جنگجویان طالبان می افتاد امکان داشت بلایی که به سر دکتر نجیب الله آمد به سر اشرف غنی هم بیاید، یا اینکه آقای غنی با فرار خود زمینه هرج و مرج بیشتر را در افغانستان فراهم کرد تا اداره امور را برای امارت اسلامی سخت کنه؟
او روز ما هم یاد دارم که زمان ما به دروازه های کابل نزدیک شدیم و لوگر و میدان شهر و پروان و سروبی و پغمان رسیدیم، تصمیم به این شد صبح که باید وارد کابل نشویم. از دو علت، یکی که تیار در کابل یک نظم وجود داره، پلیس وجود داره، ادارات امنیتی وجود دارن، آنها باید گذاشتهشان که وظیفه خود را درستر به انجام برسانند، امنیت مردم را بگیرند، همچنان گدودی و به سرسامانی را کنترل کنند. و دومی که ما باید وارد کابل زمان شویم که یک جرامد سیاسی به میان بیاید تا این تحول آسانتر و بسیار پر اطمینان شود، که کسی باز فرار نکنه، کسی ترس نداشته باشه، بگویند که به مبنای یک پیمان داخل شده ایم، به مبنای یک تفاهم داخل شده ایم، کسی ترسی نداشته باشه. ما میفهمیدیم هزاران تن کسای امنیتی در داخل کابل بودن، مربوط وزارت دفاع و وزارت داخله، امنیتی ملی وقت، همچنان دیگر کارمندان حکومتی. آنها اگر ترس بخورن و از کابل فرار کنن، ما را پیش بینی کرده بودیم، به زیان ما بود، به زیان کشور و به زیان آینده ما بود. از این خاطر که اطمینان باشه، باید کابل همین قسمی که هست باشه، زمان داده شد و بعدا از راه گفتگو وارد شویم که هیچ آب از آب شور نخورد. این تصمیم ما بود. صبح زمانی که نصف روز میشد یا 10 بجه 11 بجه میشد، متواتر از کابل به ما پیامی رسید که اینجا آشوب آغاز شده و دزدی ها و سرقت ها در نواحی شروع شده. بعدا نوال رسید که وزارتخانه ها تخلیه شد، همچنان بعدا راپور رسید که خود اشرف غنی هم فرار کرد. این زمانی بود که باید ما تصمیم جدی را می گرفتیم، به خاطر امنیت کابل تصمیم را تغییر دادیم و نیروها را باز امر کردیم که وارد کابل شد. یکی اشرف غنی از کابل رفت، اول اگر می ماند هم زندگیش در خطر نبود، عالم اگر باشه زندگیش در خطر نیست، به خاطر که ما می خواهیم دیگر حرف از جنگ و کشتن و گپا خلاص شد. تمام افغانها در هر فکت و هر پکت و هر جناح و هر جانبی که بودن با هم یک جا شون، با هم برادر شون، با هم بیشینن بیستن و زندگی کنن، نه موقع فرار به کس مساعد شون و نه هم بدبینی ها دیگر وجود داشته باشه. موافق هیچ کس نبودیم که از افغانستان بیرون شون یا زندگی هیچ کس هم در مخاطره قرار نمیداد. می یک تعهد بود، عفو عمومی شده بود، در برابر هر کس عفو شده بود. دومی که باز رفت، تصمیمش چطور ارزیابی شد؟ یکی از کابل رفت، می تصمیم را ما خوب نمیدانیم. اما زمان یک کمی ناهنجاری آمد و ما هم مجبور شدیم با نیروهای بسیار کم وارد کابل شدیم، که چند روز باز وضعیت کنترل نمی شد. علت همی بود که نیروهای ما بسیار کم بود، سوء استفاده ها زیاد بود و همچنان بیبندیباری ها رخ داد که ما نمی خواستیم این وضعیت در کابل ببینیم. ولی الحمدلله بازم توانستیم در روزهای کم پس امنیت را تحقق ببخشیم و بیبندیباری ها و خودسری ها را هم کنترل بکنیم. کسایی که سوء استفاده میکردن به نام مجاهدین ما یا به نام افراد ما، مردم را آزار میدادن یا چور و دزدی میکردن، جلوشان گرفته شد. ولی ما بهتر میدانستیم که وضعیت نرمال پیش میامد و از یک تفاهم سیاسی بعد ما میتونستیم به کابل بیاییم. چیز دیگری که بسیار زیاد مهم است این است که به هر حال آقای غنی هم به عنوان یک انسان حق داشت که تصمیم بگیره که بمانه در افغانستان و یا با شما مبارزه نظامی کنه، رویارویی نظامی کنه در کابل، یا اینکه به هر حال در گفتگو را باز کنه در ارگ ریاست جمهوری، یا اینکه فرار را برقرار ترجیح بده، که حالا تقریبا میشه گفت که بسیاری از هموطنان ما در افغانستان آقای غنی را به عنوان یک شخص غیر محبوب میبندارن. من این واژه، بهترین واژه‌ای که من میتونستم در برابرشان استفاده کنم همین بود. اما آقای مجاهد، چیز دیگری که بسیار زیاد مهم هست این است که عملکرد شما از زمانی که تقریبا میشه گفت که فاتحانه از مرز قندهار و مرز جلال آباد و از دیگر مرزهای افغانستان نزدیک میشدید به کابل، عملکرد نیروهای شما نشان دهنده این نبود که شما قرار است که سیاستی متفاوت تر از آن چیزی که 20 چند سال پیش در افغانستان ایجاد کرده بودید را ببینیم. کمدینی که طنزپردازی را که نیروهای شما در قندهار کشتند،
یا فجایعی که در منطقه صفری و مرزی افغانستان و پاکستان در از سوی قندهار به سوی اسپین بولدک میریم در آنجا که رخ داد، یا اتفاقات دیگری که بعد از ورود شما به کابل رخ داد، بازداشت خبرنگاران، فعالین مدنی که رسانه‌های معتبر مثل افغانستان اینترنشنال در روزهای نخستی که شما وارد کابل شدید نشر کردند و تایید کردند با خبرهای خود که این اتفاقات افتاده، فکر نمی‌کنید که گفته‌هایتان با عملکردتان کمی متفاوت هست؟ نه، اصلا شما باید دیر تصور کنید که اقدر یک جبهه کلان که تمام افغانستان را احتوا کرده باشه و در حالت باشند که بسیار با یک نیروی مقتدر دنیا درگیر جنگ هم باشه، موقع برای ششت و برخواست نزدیک هم نباشه، تمام تماس ها از دور کنترل میشه یا مثلا یک ولایت به دیگر ولایت به سختی میتونه مواصلت اخبار و ماموریت و ایگپا را انتقال بتن. در این حالت بسیار وضعیت نرمال بود. اگر شما جنگ های قبلی افغانستان را مشاهده کرده باشین یا تاریخ نزدیک را مطالعه کرده باشین، این قسم که ما نرمال آمدیم و کم شده که آسیب پذیر بودیم یا مملکت ما آسیب پذیر بود، این قسم جنگ را ما در نزدیکار ندیده بودیم. ما تمام نیروی خود را به خرج دادیم تا نظم برقرار باشه، خودسری ها کنترل باشه و کدام کشتار غیر مناسب و غیر مجاز صورت نگیره. یکی بعضی از اشخاص گاهی وقت روی بعضی ملحوظات دستگیر میشن یا روی بعضی فعالیت های مرموزانه دستگیر میشن و تحقیق صورت میگیره. یک حکومت باید یه حق داشته باشه، بدون از این امنیت آمده نمیتونه، نظم برقرار شده نمیتونه. ولی هرگز من در طرفدارش نیستم به اصطلاح شما بگویم که یک فجایع واقع شده باشه یا کدام حالت غیر نرمال. البته در حالت جنگی باز اگر کسی کشته میشه، وقتایی که در قندهار بودیم یا در جلال آباد جنگ دوام داشت، ما در حالت جنگی بودیم. ولی ایران باید ببینیم که در مقابل ما کسایی که قتل میکردن افراد ما را با تبر توته میکردن، ما افراد ما را با موتر رنجر و موترهای هاموی کشش میکردن، فجایع او را میگن. به هر صورت اگر کسی ثابت کرده نمیتونه که ما کشتاری غیر انسانی کرده باشیم. به هر صورت حال جنگ تیر شده و فصل هم گذشت، ما میخواییم ورق دیگر تکرار نشود، تیر باشد دیگه، ورق نو از سر زندگی آغاز شد و از سر یک صلح و امنیت و انسانیت در افغانستان به میان بیاید و افغان میان خود برادر واریم با هم زندگی کنند و نفرت های جنگ دیگر فراموش باشد. آقای مجاهد، تصویر روزهای نخست که شما وارد کابل شدید در میدان هوایی کابل وحشتناک بود. او افرادی که از بال طیاره به زمین افتادند، از چند صد متری زمین و جان خود را از دست دادند، فکر نمی کنید که بیانگر تصویر ذهنی مردم افغانستان در برابر گروه شما بود؟ نه، او تصویر مردم افغانستان به خاطر نبود که مردم افغانستان در 10 روز از نیمروز گرفته تا کابل ما را پذیرفتند و هیچ کس فرار نکرد، نه پشت طیاره خود آویزان کرد، نه راه فرار را گرفت، نه هم تصور کرد که باید فرار بکنند. بودند در افغانستان، هستند در افغانستان، بازم خواهد بودند. ولی تعدادی که مشهور نظام بودند یا میترسیدند یا کتی آمریکایی ها نزدیک کار میکردند، من حیث ترجمان، من حیث همکار، من حیث قراردادی یا به نامهای مختلف، آنها از ترس جان خود این کار کردن. با وجود از اینکه ما مکررن اعلامیه دادیم، مکررن پیام دادیم کسی فرار نکنه، هر کس که هر چیز کرده فراموش شده، دیگر عفو است، هیچ کس مورد بازپرس و محاسبه قرار نمیگیره. ولی حرفای ما رو که نشنیدن و خود فرار کردن یا به تشویق آمریکایی ها رفتن به طیاره و میدان هوایی، خود را به زور داخل طیاره و میدان هوایی کردن، این باز مسئولیت ما نمیشه. طبعا این حالت باز از اختیار ما بیرون بود. بله، دو موضوع رو میخواییم بگویم. یک، چشم دید خود. دو، نقل قول. چشم دید من در روزهای نخستی که شما آمدید و من ترجیح دادم که از افغانستان فرار کنم برای حفظ جان، یک لبخند بسیار ملیز روی چهره شما هم میبینم جناب مجاهد، من از مرز اسپین بولدک از افغانستان خارج شدم، از مرز زمینی. موهای سر خود تراشیدم، لباس مبدل پوشیدم، آینک به چشم خود زدم و بسیار وحشتناک با خانواده از مرز اسپین بولدک خارج شدم، در شرایطی که ده ها هزار هموطنم از اقوام مختلف، آقای مجاهد، از اقوام مختلف پا به فرار گذاشته بودند. آیا فکر نمی کنید که اسپین بولدک، تورخم،
میدان هوایی کابل و دیگر مرز اسلام قلعه با ایران، فکر نمی‌کنید تمام این مرزها و هجوم مردم افغانستان به این مرزها برای بیرون شدن از افغانستان برای فرار از حکومت امارت اسلامی بود؟ نه، او یک واهمه با وجود آمد. ما که خندم کردم، علتی بود که شما چرا فرار کردیم؟ کی شما را گفت؟ تاسپین بولده که رسیدن ما بودیم در ایران، در غزنی، در میدان وردک، در زابل، در قندهار ما بودیم. آیا شما را کسی گفت که کجا میرید؟ خوشبختی بود که مرکز نشناخت، بخاطر اینکه من مویای خودت تراشیده بودم، عینک زده بودم و لباس نوادن پوشیده بودم. شناختن مهم نیست، شما باید چرا برین؟ شما یکی از کارمندای رسانه‌ای بودین در افغانستان، همکارایتان عالم در کابل هستن، شاید بدانین کسایی که با شما در دفتر کار میکردن در کابل باشن، عالم در دفترهای خود کار میکنن. یعنی این وایمه که شما رو تا اوجا رساند، دیگران را هم بمچو رساند، درست نبود. نیت ما این نبود که شما را ما دستگیر کنیم. شما چی جرم کرده بودید که باید دستگیر میشدیم؟ و باز اگر کسی در ارگانهای امنیتی باشه، با آمریکایی هم کار کرده باشه، ما عفو کردیم. زمانی که عفو کرده باشیم، مسئولیت شرعی ما میگرده که با کسی بس خیانت نکنیم، غدر نکنیم، چیزی را که گفته باشیم خلاف او نریم. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه لا ایمان لمن لا عهد له ولا دین لمن لا آمیتر. که حدیث شریف است که کسی که عهد را، پیمان را و وعده را مشکنانه، ایمان نداره، یعنی او از ایمان میبره. پس ما من حیث مسلمان هرگز به خود اجازه نمیدادیم که یک دفعه بگویم که عفو کرده ایم، باز خدا نخواسته کسی را به همون جرمی که عفو شده باشه باز پس بگیریم، دستگیر کنیم. با وجودی که شما هیچ جرمی نداشتین تا اوجا رسیدین، یعنی این کار درست نشده، ما متاسف هستیم. و افغانایی که در هر دروازه به هجوم میرفتن و فرار میکردن، یک واهمه بود، ترسی روزای اول بود. حال امون مردم با امرای ما هستند، در وزارتخانه مختلف امرای ما همکاری دارند، حتی وزارت دفاع، وزارت داخله، ارگانهای دیگر، اما کسایی که مسلکی بودن با آمدن پالوی ما کار میکنن. ما خلاف آنها نبودیم، چرا باید فرار میکردن؟ ما خلاف فرار هستم و افغانهایی که رفتن متاسف هستم، باید پس بیان به کشور خود، به وطن خود. ما دعا میکنم که زودتر وضعیت اقتصادیم درست شوه، وضعیت امنیتیم نرمال شوه، که برادران ما که رفتن به سرپناه، حالی ما خبر دارم در قطر، در ترکیه، با بسیار وضعیت بدی زندگی میکنن و امرار معاش دارن، باید پس برگردن به خانه خود. خانه شان ایجاز، کارشانهایشان ایجاز، زمینشان ایجاز، زندگیشان ایجا بود. خدا زودتر اقتصادم زودتر خوب بکنه که تشویق شون پس به کشور خود بیان. متاسف هستم که یک افغانم با رنج و درد در بیرون از کشور مواجه میشه. نقل قول هم میخواییم داشته باشم. آقای حفیظ منصور، حتما شما با نام شاشنا هستید، در یکی از اعضای هیئت گفتگو کننده آن زمان در دوحه در برابر گفتگو کننده های امارت اسلامی بود، در برنامه کاکتوس با بسیار واضح بیان کرد که آقای حنفی یکی از اعضای ارشد گروه مذاکره کننده امارت اسلامی در دوحه به صراحت گفته بود که ما مجاهدین دهه 60 و 70 80 نیستیم که وقتی وارد کابل شدیم سرای شمالی اعلان کنیم که عفو عمومی. ما با دانه دانه کسانی که در برابر ما در این 20 سال ایستادند حسابی خواهد کردیم و این حسابی ما پایان ناپذیر است. این نقل قول آقای حفیظ منصور بود. من بر صحت و سوق این موضوع به هیچ عنوان نمیخوام تاکید کنم، اما در مورد شخص ما آقای مجاهد، شما حملات تروریستی روزهای آخر حکومت آقای غنی را به خاطر دارید. یمای سیاوش یکی از خبرنگاران خوب افغانستان کشته شد و چندین خبرنگار رسانه‌های داخلی و خارجی دیگر. دقیقاً در همان زمان‌ها بود که ریاست امنیت ملی افغانستان به تلویزیون یک افغانستان رسمی با مکتوب اطلاع داد که گروه طالبان قصد ترور مختار لشکری رو دارن، پس او رو از کشور خارج کنید، ما امنیت او رو گرفته نمیتونیم. به این خاطر یکی از دلایلی که من ترجیح دادم که از افغانستان خارج شم پس از آمدنتان این موضوع بود. اما بعد از تمام این موضوعات بگذاریم، سال سختی پیش رویتان است آقای مجاهد. در چند جبهه، من این موضوع را در رمضان، در مراسم افطار ماه رمضان گذشته به آقای فضلی رئیس اداره امور آقای غنی گفتم، گفتم که روزهای سختی پیش رویتان است، شما در سه جبهه جنگ به طالب باختید. در جبهه دیپلماتیک طالبان رسمیت پیدا کرده، در جبهه نظامی ولسوالی ها و ولایت ها یکی پس از دیگری سقوط کرده رئیس، و در جبهه روحیه روانی مردم افغانستان هم شما جنگ را باختید و مردم در حال وحشت هستند از اینکه طالب نزدیک شده. حالا من میخوایم به شما بگویم آقای مجاهد که باز هم فکر میکنم شما سال سختی را پیش روی دارید در چند جبهه. جبهه اول، مخالفین شما در رأسشان احتمالاً آقای احمد مسعود سال آینده یا باید با شما به یک توافق سیاسی
سیاسی دست پیدا کنند یا به احتمال زیاد برای عرض اندام کردن به عادی حیثیت در برابرتان بیستن و جنگ نظامی داشته باشند. که پنشیر این روزها هم ویدیوهای به دست ما میرسه و گروه مقاومت پنشیر اعلان کردن که یکی از فرماندهان شما را در پنشیر موفق شدن که از پای در بیاورند. و در سوی دیگر از لحاظ اقتصادی مردم افغانستان در تنگنای عجیبی هستند و از سوی دیگر تا هنوز یک کشور هم در جهان امارت شما را به رسمیت نشناخته. با این سه جبهه چه میکنید در سال آینده آقای مجاهد؟ ویره باید ما مطمئنن بگیم که انشاءالله سال آینده سال بهتر از سالهای گذشته تا 40 سال گذشته به افغانستان خواهد بود. از چندین زاویه. از این لحاظ که افغانستان یک کشور مستقل است، نیروهای بیرونی دیگر در اینجا وجود ندارن، ثابت است. از لحاظ از اینکه امنیت سرتاسری در کشور تامین است، ثابت است. از لحاظ از اینکه هیچ جبهه جنگی علیه ما کدام زمین را به دست نداره که مقاومت بکنن یا مزاحمت بکنن و علت و دلیل این برای این نمانده که کسی مزاحمت بکنن و نه هم به خاطر اعاده حیثیت کسی میتونه جنگ را برپا کنه و مملکت را به آشوب بکشن و نه هم اجازه از ملت ما میده. بنابراین ما اطمینانن گفته میتونیم که از لحاظ جنگی چیزی که شما محاسبه پیش بینی میکنین ما اطمینان داریم که همچون چیزی نخواهد شد. یک، از لحاظ اقتصادی هم ضربنهای بسیار بزرگ، یعنی پروژه های بسیار بزرگ در افغانستان آغاز میشه. عنقریب منتظر بهار و تابستان هستن که هوا درست شوه. بسیار پروژه های بزرگ در افغانستان که منتظرش چندین سال بودیم آغاز میشه و به یک سرمایه وافر به افغانستان سرازیر میشه. شما ایره باید اطمینانن برتان بگیم که باور داشته باشن. این سرمایه مشروع مردم افغانستان خواهد بود، در بدل کشتار مردم ایجا نمیه. این سرمایه در بدل آبروریزی افغانستان نمیه، در بدل فروختن کشور هم نمیه، بلکه با سربلندی در معاوضه با معادن افغانستان، در معاوضه با ظرفیت زمینی افغانستان یا موقعیت افغانستان اینجا هست که پروژه های بسیار بزرگ انشاءالله آغاز میشه. ما در گفتگو با کشورهای بسیار زیاد هستیم. از این لحاظ هم اطمینان میتونم که هم کار پیدا خواهد شد، هم اقتصاد خوب خواهد شد. از لحاظ سوم برتن اطمینان میتونم که مسائل سیاسی هم در حالت حل شدن است. یکی اعلام رسمیت است که کسی اعلام بکنه که ما را به رسمیت میشناسه. یعنی این طبعا بعضی نزاکات ها میانی مملکت های مختلف وجود داره یا بعضی فشارها هم وجود داره که با شاید بعضی کشورها فشار آورده باشه که کسی ما را به رسمیت اعلان نکنن، نشناسن. ولی عملا روی کرد و عمل کرد دنیا با ما رسمی است. هیچ جای هم ما که میریم باز پروتکل رسمی برخوردار میشیم و با ما کدام برخورد نادرست نشده. و همچنان سفارتخانه در افغانستان فعال هستن. هنوز هم پیشنهادات جریان داره که سفارتخانه مختلف دیگر باز شود. حیات های ما تا اروپا را هم رفتن زینسازی کردیم، تا آمریکا را هم تلاش میبرزیم که سیاست امارات اسلامی افغانستان باید تشریح شود، توضیح شود، مردم اطمینان پیدا بکنن. ولی هیچ چیز را باید فراموش نکنیم که در 20 سال گذشته علیه ما اینقدر پروپاگاندا در هر کشور نشر شده و پخش شده که همو حکومت ها ولی نمیتونن پس همو ذهنیت را که خودشان علیه ما تخریب کردن و پس بسازن و علیه ما یک ذهن سازی بکنن. تمامشان دلیل میاره اگر ما شما را به رسمیت بشناسیم مشکل پارلمان ماست، مشکل بعضی رسانه های ماست. این را باید کنترل کنیم، وضعیت را درست کنیم، پس تبلیغات را که خود ما کرده بودیم علیه همو تبلیغات پس تبلیغات مثبت بکنیم تا ذهنیت درست تر شود. این مشکلات سیاسی دنیا هست و این را باید ما درک بکنیم. ولی تعامل دنیا با ما کاملا رسمی است، کاملا از مو مزایای برخوردار است که یک حکومت رسمی برخوردار می باشه. و از لحاظ اخیر براتون بگیم که عواید ملی افغانستان حال جمع میشه با یک امانتداری کامل در بودجه ما داخل میشه که از این لحاظ هم انشاءالله ما خودکفا خواهد بودیم. آسته آسته گام های به طرف رفاه افغانستان برداشته میشه. وضعیت زنان در سال آینده چگونه خواهد بود آقای مجاهد؟ آیا به آزادی های انسانی و اسلامی خود در امارت اسلامی دست پیدا خواهند کرد؟ درهای مکاتب، درهای تحصیلات عالی، درهای وظیفه در ادارات دولتی، درهای فعالیت‌های اجتماعی مدنی برایشان باز خواهد بود یا همچنان این آزادی‌ها فقط در اندازه حرف باقی خواهد ماند؟ تلاش میکنیم نه، عملا هم حقوقی را که خانم های افغان دارن، حقوق شرعی و اسلامی خود را از لحاظ اجتماعی هم حقوق دارن، باید به دست بیارن. ایره ما تلاش میورزیم، زمینه را مساعد میکنیم، آیست آیست به طرف پیش میریم.
دوائر مختلف ولی خانم ها میان پای وظیفه میکنم. امروز ما در کابل مثلا عملیات تصفیه داشتیم، خانم ها هم پلیس خانم ها همراه ما بودن، در عملیات ها سهیم بودن، وظیفه داشتن. در بخش های دیگر هم استاد مسئله تعلیم ما محل میشه، یعنی ما تلاش میورزیم تمام کارهایی که مانده و هنوز نشده باید انجام شد. بسیار عالی، تشکر آقای مجاهد. فقط در پایان اگر دوست داشته باشید میتونید پاسخ بدید، دوست هم نداشته باشید پاسخ ندید. با تکیه و با استناد بر کدام قانون اساسی در حال حاضر امارت اسلامی کار خود پیش میبره؟ ما خب کار خود را به اساس قوانین اسلامی وافقی که در مملکت قبلا هم بودن و ما خود ما داشتیم به مو اساس حکومت داره پیش میره، ولی نیاز به قانون اساسی هم هست. در این وقت زمان نرمال و کمی که وضعیت اقتصادی خوبتر شوه، ما دست به هم خواد زدیم که قوانین درست خواد شد، قوانین قانون اساسی، قوانین فرعی همه بازنگری خواد شد مطابق دین اسلام و احکام اسلام، کشور ما قانون خوبی خواهد داشت. در حال حاضر فقه جعفری در افغانستان به مثل سالهای جمهوری فقه رسمی است و در قضا، در سارنوالی، در محاکم به عنوان یک فقه رسمی حساب میشه، یا با کسانی که شیعه مذهب هم هستند با توجه به فقه حنفی با اونها برخورد میشه؟ نه، این بحثات تا حال زیر بحث گرفته نشده و از مملکت باید آرام شوه، تنش‌ها از بین بره، اقتصاد محکم نرمال شوه، مردم فرصت پیدا بکنن که بیشتر مباحثات قانونی و حقوقی را دنبال کنند. فعلا وضعیت مملکت قسمی است که باید ما از نیازمندی های مبرم مردم خود را باید پاسخ بدیم، ولی از این کار شده نمیتون که هیچ کس ما بدبینش نیستیم، با هیچ کس تعصب نداریم، اختلاف مذهبی، اختلاف لسانی و منطقی برای ما هیچ ارزش نداره. افغان مسلمان و باشنده از این مملکت برابر است با هم افغان دیگر، برادر است با هم افغان دیگر و هیچ نوع تفاوت را ما در میانشان نمیدیم. بسیار عالی، تشکر از شما. به امید به اینکه افغانستان آباد و آزاد را شاهد باشیم آقای مجاهد، به امید اینکه روزی ما هم اجازه حضور در افغانستان را با طرز فکری که داریم یا تفاوت افکاری که داریم داشته باشیم، و امیدوار هستیم که افغانستان روزی برای تمام شهروندانش محل امنی برای سکونت باشه. انشالله. سپاسگزارم. تشکر میکنم از شما هم. از شما.